آنگاه یوسف اهل راما از پیلاتوس اجازه خواست که جسد عیسی را برگیرد. یوسف از پیروان عیسی بود، اما در نهان، زیرا از یهودیان بیم داشت. پیلاتوس به او اجازه داد، پس آمده جسد عیسی را برگرفت. نیقودیموس نیز که پیشتر شبانه نزد عیسی رفته بود، آمد و با خود آمیخته ای از مر و عود به وزن 100 لیتر آورد. پس آنها جسد عیسی را برگرفته، آن را به رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدند. آنجا که عیسی بر صلیب شد، باغی بود و در آن باغ مقبره‌ای تازه وجود داشت که هنوز مرده‌ای در آن گذاشته نشده بود. پس چون روز تهیه یهود بود و آن مقبره نیز نزدیک، جسد عیسی را در آن گذاشتند. در نخستین روز هفته سحرگاهان، هنگامی که هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به مقبره آمد و دید که سنگ از برابر آن برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی دوستش می داشت رفت و به آنان گفت سرورمان را از مقبره برده اند و نمی دانیم کجا گذاشته اند. پس پتروس همراه با آن شاگرد دیگر بیرون آمده به سوی مقبره روان شدند و هر دو با هم می‌دویدند، اما آن شاگرد دیگر تندتر رفته از پتروس پیش افتاد و نخست به مقبره رسید. پس خم شده نگریست و دید که پارچه‌های کفن در آنجا هست، اما درون مقبره نرفت. شمعون پتروس نیز از پی او آمد و درون مقبره رفته دید که پارچه‌های کفن در آنجا هست، اما دستمالی که گرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه‌های کفن، بلکه جداگانه تا شده و در جای دیگر گذاشته شده است. پس آن شاگرد دیگر نیز که نخست به مقبره رسیده بود، به درون آمد و دید و ایمان آورد. زیرا هنوز کتب مقدس را درک نکرده بودند که او باید از مردگان برخیزد. آنگاه آن دو شاگرد به خانه خود بازگشتند. و اما مریم بیرون نزدیک مقبره ایستاده بود و می گریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. آنگاه دو فرشته را دید که جامه‌های سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بودند. آنها به او گفتند، ای زن چرا گریانی؟ او پاسخ داد، سرورم را بردند و نمی دانم کجا گذاشتند. چون این را گفت، برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دید، اما نشناخت. عیسی به او گفت، ای زن چرا گریانی؟ کرا می جویی؟ مریم به گمان این که باغبان است گفت، سرورم اگر تو او را برداشته ای به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم. عیسی صدا زد، مریم. مریم روی به جانب او گرداند و به زبان عبرانیان گفت، ربونی، یعنی استاد. عیسی به او گفت، بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردم، بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود میکنم. مریم مجدلی رفت و شاگردان را خبر داد که خداوند را دیده ام و آنچه به او گفته بود به دیشان باز گفت. شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرده هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت،
سلام بر شما. چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز به آنان گفت، سلام بر شما. همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. چون این را گفت، دمید و فرمود، روح القدس را بیابید. اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد شد، و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند. هنگامی که عیسی آمد، توما یکی از آن 12 تن که دو قلو نیز خوانده می شد، با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند، خداوند را دیده ایم. اما او به ایشان گفت، تا خود نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخها نگذارم و دست خیش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. پس از 8 روز، شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت، سلام بر شما. آنگاه به توما گفت، انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش. توما به او گفت، خداوند من و خدای من. عیسی گفت، آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید.